زمانی صاحب استقلالی مملکت برای رشد ساحه‌های مختلف کشور امکانیت‌های شایسته فراهم آورد. دولت و حکومت جمهوری تاجیکستان از سالهای اولی صاحب استقلالی اوید بر رشد تفکر ذهنی، دانش‌اندوزی و قابلیت جهان‌بینی نسل جوان کشور توجه بیشتر ظاهر نمود. جوانان ما با درک این نکته مهم در روحیه وطن‌دوستی و احترام ارزش‌های ملی بوایه می‌رسند. آزمون جمهوریوی تاجیکستان وطن عزیز من که بخشیده به 30 سالگی استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان دایر گردید، در سراسر جمهوری دستگیری و هزارها نفر جوانان و نورسان با استعداد را جلب نمود که بحر دریافت استعدادهای نورس و جوان پیدا نمودن اثرهای نو موسیقی، شعر و سرودهای ترنمگر دستاوردهای زمان، زمانی صاحب استقلالی کشور و رشد صنعت ملی مساعدت نمود. این پسر بچه صاحب هنر زبر نام دارد. او یکی از اشتراکچیان فعال و موفق این آزمون جمهوریوی در نامینیسی سراینده اکادمی می باشد که جای یکم را در این نامینیسی اشغال نمود و ما گروه اجادی برنامه از زندگی نامه و روزگاری این نورسی موفق قصه می نماییم. زبیر کریموف با یک مهارت والا و استعداد فوق‌العاده توانست در این آزمون شرکت ورزیده غالبیت را به دست بیارد. او این چنین توانسته است در چندین آزمون و چورابینی های داخلی کشور فعالانه اشتراک نموده صاحب چندین سپاسنامه و جایزه ها گردد. Зубер у меня занимается с 2015 года. Сейчас он учится у нас в школе искусств имени Аминзаде уже 5-й класс. Зубай Расули Дуазору Пулзда, Дарна Зиман, Дар Мойсей, Санати Банови Мухидин Аминзаде и Шари Душамбе машки овоз мена мояд. Зубай Риседуди хуби овоз хони дурад. У бештар дар жанре Академии Сароиздани Сурудро меписандад. Гарчанде у дарин Мойсей машку тамбрини овоз мена мояд, дар хонаниз уро модараш кумак мерасонад. То инки зудтар нозуки хой ин жанро аз худ намояд. واقعا هم برگزاری این گونه آزمون ها می تواند در دریافت استعدادهای نوی ساحه صنعت رشد منبعده ملکه و مهارت کسبی دوستداران صنعت موسیقی نقش کلیدی بازد. او در برابر تحصیل اینچنین در مؤسسه دولتی مکتب بچگانه صنعت به نام دین امینزاده شهر دوشنبه در شعبه آوازخوانی اکادمی زیر رهبری زهرا علی و تحصیل می نماید. در واقع زبیر کریموف استعداد خوبی سرایندگی در ژانر اکادمی داشته در این جدا صدای خوب و استعداد نوتکار دارد. از سن چند سالگی به صنعت رو آوردید؟ من با برادرم از سن 7 سالگی به جاده صنعت رو آوردم. از همان لحظه به شعبه آسانی مکتب موسیقی به نام محیدین امیزاده داخل شدیم. خیلی خوب. اولین سرود که شما رو شهرتمند گردانید کدام سرود بود؟
اولین سرودی که ما را شهرتمند گردانیم این سرودی دوشنبه بود که ما این سرود را در آزمون شکوفای پایتخت سرایدیم. انا من سرود دوشنبه را که در آزمون شکوفای پایتخت سرایدید انتخاب کی بود؟ مثلا کی به شما توصیه داد؟ سرود دوشنبه اصلا مال استاد حسن یعیدر است. ما که سرودهای حسن یعیدر را بسیار گوش میکردیم و ما سرود دوشنبه خیلی معقول افتاد. با اجازت استاد ما این سرود را در آزمون شکوفای پایتخت سرایدیم. خب این لحظه میخواستیم که دو پرچه از زنمین سرود زمزمه کنید. بله. مرحمت. Облака плывут по небу, словно море корабли. Где бы я сегодня не был, слышу голос твой вдали. Вижу добрый взор отцовский, вижу все твои огни. От зеленых гор варзобских и до улиц Айни. Вам мало маски, шмо, огози сурудхони шмо, а за дуэт сарчашма гирифтаз. همیشه با برادرتون میخونید و چگونه راه یافته در آزمون تاجیکستان وطن عزیزمان تنها سرود خونید و جای گیرید؟ من اولین بار در آزمون مذکور تنها به صحنه برآمدم. هنگام سرود سرایدنم مسئولیت دوچند را احساس. زبیر جان شما حال نورس هستید، چرا محض ژانر اکادمی رو در آزمون تاجیکستان وطن عزیز من انتخاب کردید؟ با شما مشکل نبود؟ من فکر میکنم که ژانر اکادمی با دل من نزدیکتر است و بعد که من در این ژانر میسرایم یگان دشواری نمیکشم. در انامین آزمون
کی برای کمک های زیاد کرد؟ در نظر دارم کدام استاد؟ من استادان من هستند ادهم خالقف، هنرپشه خلقه تاجیکستان و ازبکستان و خدمت شایسته زهرا علیه از مکتب موسیقی بنای محی‌الدین امیرزاده می باشند. خب وقتی که انامین ژانری مشکل رو شما انتخاب کردید، چگونه مثلا تمرین ها میکردید با انامین استادان؟ خسته شده بودیم و تنفس هم میکردیم، ولی خستگی هم به فایده نبود. در آزمون جای اول رو گرفتم. سلامت باشید. آخرون سروده که با برادرت و ماما جان سرایده بودید، کدام سرود بود؟ دوشنبه گلوبات. این آهنگساز این سرود کیست؟ کمپوزیتری مشهور قدرت الله یحیی‌زاده. قدرت الله یحیی‌زاده گفتید، یادم اومد که شب اجودی انا همین آهنگساز مشهور در تلویزیون سفینه میگذشت. در آنجا شما سرود شکرانه را سرایده بودید. وقتی که انامین سرود را سرایده، چگونه احساسات شما را فرا میگرفت؟ سرود شکرانه در حقیقت مضمونی بلند دارد. من اصل خوشبختم که در یک وطنی آباد و زیبا به دنیا آمده تربیه گرفته ایستادم. من هم مثل شاعر شکرانه آب و خاک و سرزمین به نظیر خود تاجیکستان عزیزم میکنم. در دو مکتب که شما تحصیل میکنید، هم مکتب میانه و هم مکتب موسیقی، برای مشکل نیست هم در این مکتب تحصیل میکنید هم در اینش؟ نه مشکل نیست. بعد درس هایم من، یعنی شما گفتنی هستید که پس از درس های مکتب میانه تون به مکتب موسیقی میروید؟ بله. خیلی خوب. او خواننده صنف هفتم مؤسسه دولتی مکتب اینترنت مخصوصی موسیقی به نام زیادالله شهیدی می باشد که از اشتراک و غالبیتش در این آزمون اهلی هم به سبقانش خوشنود گردیدند. من خیلی خوشحالم که کریم زبیر هم صنف من در آزمون تاجیکستان وطنی عزیز من اشتراک کرد و جای اول رو اشغال نمود. من هم در این سال می خواهم در آزمون تاجیکستان وطنی عزیز من اشتراک نمایم و مثل زبیر غالب شوم. زبیر تا
то даври но џумхуриави иштирок варзида, соҳиби ҷои аввал гашт, мо аз ин хеле шод ҳастем ва ҳунару маҳорати худашро бисёр хуб нишон дод. Ва ман мехоҳам, ки боз аз ин озмунҳои баландтар ва дар саҳнаҳои калонтар иштирок варзад. Ҳар як сароянда репертуари худро дорад. Ва шумо бештар дар кадом мавзӯъҳо суруд сароиданро меписандед? Ман тоҷикистони худамро хеле дӯст медорам ва кӯшиш менамоям, ки сурудҳои интихоб кардан дар мавзӯи ватан мошанд. Яъне сурудҳои ватандориро зиёд месароед? Бале. Хуб, вақте ки Зубирҷон фориғ аз дарс, яъне ки дар вақтҳои холигӣ, сурудҳои кадом сарояндаҳоро зиёд гӯш мекунед? Хондани кадом сарояндаҳо бароят писанд аст? Ман ҳамчун устодони кишвар Аҳмад Бобоқулов, Ҷурабек Муродов ва Афзалшо Шодиевро гӯш мекунам ва мехонам. Ҳарчанд дар жанри академӣ зиёд суруд сароидаед, метавонед дар жанри эстрада низ суруд сароед? С чего начинается родина? С картинки в твоём букваре, с хороших и верных товарищей, живущих в соседнем дворе. وقتی که تنها میمونی با چه کارها بیشتر مشغول میشوی؟ من در وقت خالیگیم مشغول فوتبال و شنواری مشغول میشوم و این نمودای ورزش رو دوست میدارم. خیلی خوب. خوب زبیر جان چطور که دیده استودایم در اینجا یک چند دیپلم و افتخارنامه و سپاسنامه به دست آورده اید. چگونه این جایزه ها رو به دست آوردید؟ آسان بود؟ چگونه بود؟ از سن چند سالگی و شما انامین به دست گرفتن افتخارنامه و سپاسنامه رو صاحب گشتید؟ از سن چند سالگی من در آزمون ها اشتراک میکنم و جایزه ها میگرفتم. اولین باری که به صحنه برآمدید و سرود خوندید در یادتان بود؟ کدام سرود بود؟ اولین سرودی که من سرایدم این سرودی سلام علیکم تاجیکستان بود. خیلی خوب. این لحظه باز ما میخواستیم که انامین سرود رو دو مصرعش رو سرایید. سلام علیکم تاجیکستان، سلام علیکم هموطنان، سلام علیکم دوستانی من، سلام علیکم کشوری من. هر یک نفر یک ارزوی دارد در دل یا نقشه دارد. خب شما چی ارزو دارید؟ من ارزورم که همیشه تاجیکستان عزیزم آباد و زیبا باشد و مردمش شاد و خورم باشد. سلامت باشید. آها، آه آه. اون مشقایی که میکنیم میکردیم دایما. در برابر تحصیل خوب و انتظام نمونوی در مؤسسه زبیر کریموف در تئاتر دولتی اکادمی اپرا و بالت و نام صدرالدین عینی در نزد هنرمند خلقی جمهوری تاجیکستان ادهم خالقف و نازوکی های صنعت و موسیقی را نیز از بر میکند. واقعا هم برگزاری آزمون جمهوریوی تاجیکستان وطن عزیز من بهر ترغیب صنعت اصیل باز هم غنیتر گردانیدن فضای معنوی جامعه معاصر و انعنه های ارزشمند ملی و میراثی پرغناوت نیاگان نقش بزرگ میگذارد. به نزد من زبیر کریموف آمد که در حقیقت آواز عالی جناب داشت و مرا خرسند کرد با صدایی که می براورد. تمام ساخت گلی، ساخت کام، ساخت صدا پرده ها همین خیلی بودند که اجازت می دادند آواز بلند را حافظ کشوده تواند، آواز خوش رو رنگ رنگ کرده
ایفاده کند آوازش رو خانشش رو و انا یک چند سال شد که زبر دست من میخواند و آوازش رو با یک استعداد عجایب با یک استعداد عجایب ترقی داده توانیست و حاضر یکی از من خورسندوار شدم که در آزمون تاجیکستان وطن عزیز من جای یکم را گرفت او بین ما گویم مکتب ایتالیایی دارد چون که من خودم در ایتالیا خواندگی بودم ترقی دادگی بودم آواز خودم را و مکتبی که از مشهورترین حافظه اروپا گرفتم آن مکتب را با زبر با یونس با زبر کریمف با محمد اکای او دادم و تکنیکای او با تکنیکای آوازی جهانی شناس کردم و امروز باور دارم که انا حاضر وقت که دیگرگونی آوازش که در هر یک مرد میشد از 13 تا 15 سالگی شد تخمیناً تغییر یاوی آواز زبر زرانده سال است ما بسیار امید داریم که بعد از یک سال دو سال همچون آواز استور شدگی میشنویم و از روی ریپرتوار میتونیم کار کنیم از روی تکنیک آواز باز هم البته دوام میدهیم تا وقتی که به درجه بین الخلقی برادم این جوان حافظای با استعداد را امیدمون به همین خوب زبر جان در آینده برایت بربری ها تمنا داریم و می خواهیم که همیشه پرچم برداری وطن عزیز خود گردید و تشکر میگویم که در برنامه ما اشتراک کردید. تشکر زیاد که من را بر این برنامه دعوت نمودید. با شما نیز سربلندی کامیابی ها تمنا دارم. سلامت باشید. خوب بیننده های عزیز اینجا رسیدیم به فرجام برنامه. باری دیگر یادآور میشویم مهمان برنامه امروز ما بودند زبر کریموف اشتراکچی آزمون تاجیکستان وطن عزیز من در سال 2020. تا برنامه های آینده موفق و سربلند باشید.